اومدم امروز فیلم بگیرم و سوالاتونو در رابطه با کلا مهاجرت و اینکه خودم چطوری مهاجرت کردم و اینکه مثلا پروسه کاریم همه اینا چطوری بود بگیرم و اومدم مثلا فضای باز که تو اتاقم نگیرم و داره بارون میگیره و من هی دارم ایگنورش میکنم. توی این ویدیو میخوام کلن هم درباره این بگم که چی شد من اومدم آلمان و چی شد اصلا مهاجرت کردم، به خاطر اینکه خب خیلی از شماها از قبل، کسایی که الان دارین ویدیو رو میبینین از قبل کانال من داشتین و میدونستین که خب ایران بودم، داشتم دانشگاه میرفتم، پزشکی میخوندم و یهو اومدم آلمان. و هم درباره کلن پروسه مهاجرت میخوام بگم، خب من توی 20 سالگی تنهایی اومدم اینجا و چطوری مثلا تونستم بیام، چطوری تونستم ویزا بگیرم، هزینه ها چطوری بود برای مهاجرت و کلن اطلاعاتی که درباره مهاجرت به آلمان دارم و اینکه نسبت به یه سری کشورهای دیگه چطوریه و اینکه چرا میگن راحت تره ویزا گرفتن و اینجا اومدن، درباره همه اینا صحبت کنم باهاتون. اول بریم از ایران شروع کنیم که خب چی شد که به اینجا رسیدیم. من یه سال پزشکی خوندم توی ایران و از همون آخرا، یعنی از در واقع میشه گفت ترم دوی پزشکی، شروع کردم به خوندن زبان آلمانی، چون مثلا سطح مقطعی که من میخواستم مهاجرت کنم و اینکه خب میخواستم تحصیلی مهاجرت کنم یه طوری بود که با حتما آلمانی بلد میبودم، بر همین شروع کردم به خوندن آلمانی و خیلی هم فشرده، خیلی خیلی کلاسای فشرده برداشتم که خب خیلی اذیتم کرد، چون همزمان داشتم پزشکی میخوندم و اونم کلی کلاس داشت و خدا رو شکر یه سری ماها این وسط رو تونستم مثلا کلاس ها این چیزا رو نرم و خیلی فشرده تر بخونم و دیگه مدرکم بگیرم و بتونم اپلای کنم. و حالا بعد اینکه اپلای کردم و خواستم بیام دانشگاه چی شد؟ من مرخصی گرفتم، مثل هر کس دیگه میتونم از حق مرخصی گرفتنم استفاده کنم. و بر خیلیاتون که پرسیده بودین انصراف دادی چی کار کردی، من مرخصی گرفتم و اومدم اینجا برای اینکه قرار کالج بخونم اینجا، از کالج قرار شروع کنم. پرسیده بودین که مثلا میشه از پزشکی انتقالی گرفت یا همچین چیزای، ادامه اون درس رو اینجا بخونم. چیز این مدلی نداریم، میشه اگه زبان سیوان مثلا به انگلیسی بذار بگم سیوان، اگه آدم داشته باشه مدرکشو توی آلمانی و همینطور مثلا چند ترم حدود 40 واحد توی دانشگاه ایران پاس کرده باشه و مدرکش اینا رو آزاد کرده باشه، میتونه کالجو نره، نمراتش هم خوب باید خوب بوده باشه که بتونه با همونا اپلای کنه برای دانشگاه های سره. حالا کالج که من اومدم اصلا چیه؟ خب خیلی از بچه هایی که میخوان تحصیلی بیان آلمان برای کالج اقدام میکنن. کالج معمولا یه برنامه یک ساله و در واقع دو ترمه هست توی آلمان که شما اگه کسی نباشین که خودش توی اروپا درس خونده باید، یا اروپا یا یه سری کشورهای دیگه، مثلا فکر نکنم بچه های چین یا ژاپن لازم باشه کالج رو بگذرونن. خلاصه یک سری جاها مثل ایران دیپلمش رو توی آلمان قبول ندارن و میگن که اوکی تو دیپلم داری، نمرتت هم خوبه باشه، ولی دیپلمت یکی نیست با دیپلم بچه های آلمانی و یک سال بعد بیای اینجا درس بخونی، در واقع مثلا اون درسایی که اونجا نخوندی رو اینجا یاد بگیری، یه همچین چیزایی. دوربینم کجه؟ ایوا بچه بارون گرفته اول، من نشستم اینجا دارم خیلی شیک ویدیو میگیرم، البته زیر درختم و خیلی خوب بارون نمیخوره به. خلاصه کالج یه چیزیه که من یک سال بعد بخونم و بعدش میتونم اپلای کنم برای دانشگاه های متفاوت. و میگم خب فعلا از دانشگاه ایران مرخصی گرفتم و حالا اینجا کلاسای کالجم رو شروع کردم. واقعیتش اینه که اصلا چی شد من یهو مهاجرت کردم؟ مهاجرت من خیلی چیز یهویی نبود، یعنی خود انجام کارا، چرا اینکه اپلای کردیم و ویزا و اینا همه اینقدر زود پیش رفت که حتی خودم هم باورم نمیشه این پروسه مثلا توی 6 ماه اتفاق افتاد. ولی تصمیم برای مهاجرت یه چیزی بود که مثلا رویای همیشگی من از بچگی این بود که وقتی خب به سن قانونیش رسیدم و خودم هم احساس اینو دارم که آمادگیشو دارم
برم یه کشور دیگه این کارو بکنم و برم زندگی بیرون از کشوری که بودم رو، جایی که همیشه زندگی کردم رو تجربه کنم و کلی چیزای جدید یاد بگیرم. یه واقعیتی هم بهتون بگم، من قبل از مهاجرتم هیچ سفر خارجی نرفته بودم و حتی خارج از ایران رو ندیده بودم و وقتی که مهاجرت کردم همون اولین سفر خارجیم در واقع سفر مهاجرتم بود، که خب خیلی چیز ترسناکیه و خیلی بازم چیز هیجان انگیزیه. آدم های دیگه چطوری هن؟ زندگی توی جایی که هیچکی رو نشناسی و بتونی کلن یه آدم جدید باشی چطوری میتونه باشه؟ و واقعا انقدر که من همیشه مهاجرت توی فکرم بود و همیشه رویام بود، حتی آدمای نزدیکی که بهشون گفتم، بهشون خبر دادم، من تقریبا هیچ کس غیر از مثلا مادر پدرم و مثلا یکی دو نفر که از دوستا یا آشناهامون بودن و داشتن کمک میکردن بهم توی پروسه مهاجرت و خودشون رفته بودن، هیچ کسی نمیدونست کل این مدت. و من بعد ویزا گرفتنم به همه گفتم که مثلا یک ماه تقریبا قبل این بود که مهاجرت کنم. و میتونم بگم که به کسایی که مثلا مدت زیادی بود منو میشناختن، دوستایی که خیلی وقت دارم، وقتی گفتم هیچ کدوم از این که دارم مهاجرت میکنم تعجب نکردن و تعجبشون از این بود که حالا یه ماهه، که یه ماه فقط وقته و الان دارم بهشون میگم. یعنی در واقع یه چیزی بود که همه میدونستن من منتظر یه فرصتم برای اینکه مهاجرت کنم و مثلا یه زندگی جدید رو شروع کنم، چون این واقعا واقعا یه رویای همیشگیم بود از وقتی که یادم میاد. و خلاصه حالا برگردیم سر این که چطوری مهاجرت کردم و چطوری اپلای کردم. اولا که تمام رزومه‌ات دیپلممو ترجمه کردم و من معدلم خیلی خوب بود، نمره هم خیلی خوب بود. اینجا مثلا 1-6 بارم بندیشونه، مثلا معدل من 1 بود، بهترین بود حتی وقتی که تبدیل میکردیم به چیز اینجا. و من از اون طرف قبولی پزشکی ایرانم رو رفتم سنجش گرفتم، ترجمهش کردم و اونم وقتی داشتم اپلای میکردم همه جا چیز کردم فرستادم. برای اپلای کردن همینو میخواستیم، ترجمه اینا و آها مدرک زبان. برای کالج اصلا 1 سال شما میان فقط به زبان آلمانی درس میخونین و باید یه سطح زبان آلمانی داشته باشین اگه که میخواین کالج خصوصی نرین. کالجای عمومی یا دولتی آلمان رایگانه، که منم الان توی کالج دولتی هستم و رایگان که میگم البته ترمی 300 یورو تقریبا، حالا یه کمی بستگی داره به کالج‌های مختلف، میگیرن. ولی مثلا یه سری امکاناتی بهتون میدن که حالا خیلی طولانی میشه ویدیو من اگه بخوام در مورد همه الان صحبت کنم، ولی یه طوری میشه که اون 300 یورو جزء از مثلا هزینه های زندگیت کم میشه. میدونین یه چیزیه که کاملا قراره به استفادت بیاد و اصلا چیزی نیست که همینطوری بدی به کالج و بر خودشون باشه یه همچین چیزی. و داستانی که هست اینه که شما مدرک زبانتون رو برای کالج‌های دولتی حتما نیاز دارین، حداقلش مدرک B1 یا B1، ولی بهتره و معمولا همه با B2 یا B2 مثلا به گرفتن پذیرش کالج میکنن. حالا داستان اینه که شما اپلای میکنی و از کالجای مورد نظرت دعوتنامه میگیری برای اینکه بری و آزمون بدی، چون همینطوری نیستش. یعنی حتی منیم که قبولی پزشکی داشتم اینجا، چه میدونم نمرم خیلی خوب بود، همه چیزم اوکی بود، اینطوری نبود که بگن بفرما اینجا درس بخون و همه چی اوکیه. من باید آزمون میدادم و هر کسی بیاد باید آزمون بده دیگه، مگه اینکه کالج خصوصی بخوام برن که خب هزینهش خیلی زیاد میشه و من خودم اصلا توی پلنام نبود. و خب آزمون دادن هم واقعا یه چیزیه که خیلی وقتا برای بچه ها چندین ماه طول میکشه تا بتونن توی آزمونا قبول بشن و من مثلا خیلی خوششانس بودم، خیلی خیلی خوششانس بودم که آزمونی که دادم همون اولا برای یکی از کالجا و حالا با سوابقم و همه چیز به هم پذیرش نهایی رو دادن و خیلی واقعا شانس آوردم از این لحاظ، چون که
اولا اینطور نیست که مثلا یه کنکور داشته باشن، یه امتحان باشه شما بیاین اینجا آزمون بدین و ببینین خب کجاها میتونین برین با نتایج این امتحان. هر کالج امتحان جدا داره، تایم امتحانا با هم فرق میکنه، ممکنه بینشون یه ماه، دو ماه، سه ماه کلی فاصله باشه حتی برای شروع یه ترم. خب ترما با هم شروع نمیشه، مثلا یه شهر الان کالج شروع میکنه، یه شهر چندم دو ماه بعد، اینطوری. خلاصه این میشه که خیلی از بچه هایی که مهاجرت میکنن و میان آلمان از همون اول نمیتونن درس خوندن رو شروع کنن و باید یه چند ماه اینجا بمونن و هی امتحان بدن، که این کاملا روند طبیعیشه. یعنی میخوام اینو بگم حتی بر بچه هایی که واقعا تصمیمشون جدیه و دارن اپلای میکنن و اینا، بدونن که روند طبیعیش اصلا همونه که شما میای اینجا چند ماه شاید بمونی و هی آزمونای مختلف بدی تا ببینی کجا قبول میشی. من واقعا میگم هم از یه طرف خب سوابقم خیلی حس میکنم کمکم کرد به خاطر اینکه قبولم کردن، هم از یه طرف خیلی خوششانس بودم که امتحانی که دادم و قبول شدم. یعنی گرفتن پذیرش اولیه برای دعوت به آزمون اونقدر سخت نیست، ولی قبول شدن امتحان و اینکه خب اون دانشگاه قبول کنه، اون کالج قبول کنه که خب شما بیای دانش آموزش بشی، اون خودش یه سختی جداگانه داره و اصلا نمیخوام کوچیک نشونش بدم، مخصوصا بر بچه‌هایی که میخوان تصمیم بگیرن همچین کاری بکنن. من کالج ام کورسم که برای مدیسین یا همون مدیسین در واقع هست، برای رشته های علوم پزشکی. کالج ت کورس برای بچه های ریاضیه، و کورس برای بچه های انسانیه، گ کورس هم داریم که فکر کنم مثلا برای هنر یا یه سری رشته های این مدلیه. و حالا کالج خودش کلی چیز داره که بخوام دربارش حرف بزنم، فعلا میذاریمش کنار تا اینجا بدونین که من باید کالج رو بگذرونم، باید توی امتحانام به خصوص امتحانای ترم دو خیلی نمرات خوبی بیارم تا دانشگاه های خوب و رشته های خوب بتونم برم، که فعلا هم تصمیم نگرفتم واقعا چه رشته ای و کجا میخوام بخونم توی آلمان و اینا. حالا اصلا چرا من آلمان رو انتخاب کردم واسه مهاجرت کردن؟ اولا این که خب یه سری دلایل واقعا شخصیه، مثل این که مثلا من اینجا دوست و فامیلای بیشتری داشتم که به آلمان مهاجرت کرده بودم و خب خیلی خیلی هم کمکم کردن و اصلا نمیتونم بگم که بی تأثیره. و حتی الان خودم وقتی فکر میکنم به این که مثلا اگه یه جای دیگه ای مهاجرت میکردم که هیچکی رو نمیشناختم چقدر سخت میشد. یک میگم این دلایل شخصیه، یکی هم این که فرضا خود من همون موقعی که داشتم اپلای میکردم خیلی از دور و بریام، حالا چه مثلا آدمای نزدیک بهم، مثلا دوست صمیمی من یه 6 ماه قبل من مهاجرت کرد به آلمان، و چه آدمایی که یکم دورتر بودن، چه میدونم دوست دوستام یا آدمای یکمی دورتر، هی میدیدم همه دارن میرن آلمان. و خب یه داستانی که هست اینه که آلمان یه کمی راحت الانا ویزا میده. البته این نباید اینطوری باشه که فکر کنیم خب مثلا الان میریم بر آلمان همینطوری اپلای میکنیم و حل دیگه. آلمان هم خیلی ریجکتی داره، ولی مثلا میخوام بگم این عددی که الان میگم کاملا یه چیز فرضی ها، نگیم که مثلا فلانه، یه چیز کاملا فرضی. اگه مثلا آمریکا 90% بچهای ایرانی که میخوام ویزا بگیرن رو ریجکت کنه، شاید مثلا آلمان 50% رو ریجکت کنه. این عدد کاملا فرضیه و من دقیقش رو اصلا نمیدونم، ولی دارم میگم که از لحاظ راحت تر بودن به مثلا آمریکا و اینا داریم میگیم. و من خودم به شخصه چرا دروغ بگم، خیلی خیلی دوست داشتم برم آمریکا، همیشه رویام بود، ولی واقعیتش اینه که هم ویزا گرفتن به شدت سخته و اصلا فرضاً منی که هیچ سفر خارجی نرفته بودم قبلا و قبلا ویزایی نداشتم برای کشورهای دیگه، واقعا نمیدونم اصلا احتمالی حتی وجود داشت که بتونم ویزا بگیرم یا نه. دوم این که هزینه ها به شدت اونجا گرونه توی آمریکا. مثلا حالا درباره هزینه ها فکر کنم باید یه ویدیوی دیگه درست کنم که قشنگ ریز بشینم براتون بگم که چه هزینه هایی میشه و مثلا چطوری میشه با هزینه کمتر مهاجرت کرد، چطوری میشه مثلا اینجا کار کرد فلان و اینا.
روش‌های دیگه مهاجرت، همه اینا رو بگم. به طور کلی مثلا یک دانشجو، یک دانش آموز توی آلمان ماهی دیگه حدود مثلا 1000 یورو هزینش میشه. بعد مثلا من همینو بخوام برم آمریکا، اولا که دیگه نه تحصیلاتم رایگانه، نه اینکه این 1000 یورو جوابشو میده. یعنی حداقل دیگه فکر کنم اونجا مثلا 10,000 تا برای ماهی و آدم در نظر بگیره دیگه، فکر کنم خیلی بیشترم بشه. الان حس میکنم آلمان یه کمی امنیت خاطری به عنوان یه دانشجو به من میده، که مثلا فرضاً من اومدم کالج، الان خود کالج مثلا خوابگاه داده بهم، البته خب پولشو میدم، ولی منظورم اینه که خب بالاخره چون توی آلمان خونه گیرو بردن خیلی سخته و یکی از معضلات اصلیه، و ولی خب من اینجا تونستم خوابگاه گیر بیارم و خیلی خوششانس بودم. و اینو بگم که حتی خوابگاهم 100% اوکی نشده بود و حتی جواب منفی گرفته بودم تا وقتی که اومدم آلمان. و اومدم آلمان مثلا یه ماه اول یه جاییو همینطوری اجاره کردم، یه خوابگاه دیگه، تا اینکه تونستم اینجا یه اتاقی توی خوابگاه دانشگاه بگیرم. الان یه طورایی خیلی از آدمایی که میخوام مهاجرت کنم برای آلمان اقدام میکنم، به خاطر اینکه خب بعد اینکه اینجا تحصیل میکنن و اینا میتونن همینجا یه کاری گیر بیارن اگه بخوام بمونن. خب خیلی ها دوست دارن و برمیگردن، ولی خب خیلی ها که مثلا دوست دارن بمونن همینجا میتونن همینجا کار گیر بیارن و بمونن و دیگه مثلا بعد چند سال اقامت دائمشون رو بگیرن و این داستانا. یکمی از این لحاظا شرایط بهتری داره. و اینکه کلا هم زبان آلمانی رو خودم دوست داشتم و خب شروع کردم یاد گرفتنش و قبل اینکه حتی تصمیم مهاجرتم نهایی بشه، و خب خودش خیلی کمک کرد قطعا. بچه بارون داره خیلی شدید میشه و اصلا دیگه فکر نمیکنم تا 2 دقیقه دیگه بتونم اینجا بشینم. فقط اینو سریع میگم برای بچه هایی که پرسیده بودن، چون خیلی از بچه هایی که پیج منو دارن خودشون دارن پزشکی میخونن یا میخوان توی ایران بخونن بعد اپلای کنن این داستانا، پرسیدن اگه عمومی و توی ایران بخونیم بعد چطوری میتونیم بیایم آلمان. اولا که باید زبان C1 داشته، همه زبانا رو با هم تلفیق کردم، C1 باید داشته باشی که خب خیلی سطح زبان بالاییه. البته منم همونو در نهایت آخر کالج باید داشته باشم که بر دانشگاه اقدام کنم. هم این که باید آزمون بدی پزشکی، داستانش اینه که هر کشوری بخوای بعد مقطع عمومیت اپلای کنی باید حتما آزمون بدی چند تا آزمون. و خب بازم مثلا خیلی بچه ها هستن اینجا که اومدن و آزموناشو دادن قبول شدن دارن کار میکنن، میشه کاملا، ولی میگم خب سخته از لحاظ اینکه شما باید دوباره یه آزمونی بدین، آزمونه هم چند مرحله‌ایه و سطح زبانتون باید بالاتر باشه، یه کمی خب سخت‌تر میشه نسبت به اپلای کردن توی سن کمتر. اما برای کسی که خب میبینه شرایط اون مدلی براش بهتره و اصلا هدفش هم حالا مهاجرته، یکی خب ممکنه پزشکی بخونه اصلا هدفش مهاجرت نباشه، که اینم اصلا عیبی نداره، خیلی مثلا دانشگاه‌های خوبم الان توی ایران هست که آدم خب میتونه اونجا بخونه. ولی صحبت هم اینه که اگه مثلا هدفت اینه و میخوای بعدن چه میدونم برای کار یا هر چیز دیگه بیای کشورهای دیگه، باید آزمون بدی همه جا برای پزشکی. و زبان هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما وقتی یک پزشک هستی باید بتونی با بیمارات صحبت کنی و بفهمی اونا دارن چی میگن و همینطور که خودت بتونی منظورتو بفهمونی. برای همین زبان خیلی مهمه برای این رشته ها، برای یه رشته هایی خیلی مهم نیست. مثلا بچه های ریاضی، مهندسی، اینا خیلی هاشون با انگلیسی هستن برای فوق، برای ارشد چیز میکنن، اپلای میکنن و همینجا توی دانشگاه انگلیسی بخونن، همه اینا هست. و فقط بعد همه اینا رو توی یه ویدیو دیگه بهتون بگم و یه ویدیو دیگه قول میدم یه ویدیو زود بذارم درباره هزینه های آلمان، همه چیشو قشنگ بهتون بگم و خیلی زود این ویدیو رو میذارم. میتونین توی کامنت ها بپرسین سوالایی که دارین درباره مخصوصا هزینه ها که قرار ویدیو بعدیم باشه و قرار کامل براتون بگم.
منم دیگه اینجا واقعا دارم خیس میشم و فکر کنم که دوربینم هم الان دیگه خیس شده. در همین تا ویدیوهای بعدی، بای بای.